احساس تنهایی میکردم و تنها بودم. واقعا وقتی چشم رو یک درز با کردم که خیلی تنها بودم. این زندگی همینجوری برای من روز به روز بدتر و بدتر شد. دوستان، روزی تازه و با برنامه جدیدی از شفای شکست دلان در خدمتون هستیم. از دار امروز داستان زندگی دوستی رو با هم خواهیم دید که ایشون در زندگیشون به دنبال خوشی‌ها، تفریحات بودن، ولی در مسیر اشتباه قدم برمی‌دارن و می‌بینیم که متأسفانه زندگی ایشون چطور در اوج تاریکی سقوط می‌کنه، ولی خدا رو شکر که دست عیسی مسیح وارد زندگی ایشون میشه و به ایشون زندگی و حیاتی تازه می‌بخشه. و در همین راستا هم با دیگر دوستان گفتگویی داشتیم که در این برنامه مشاهده خواهید کرد. پس با ما همراه باشید. مسعود دوران کودکیش را همراه با دوستان در پی تفریح و بازیگوشی بود و نیز گاهی اوقات اشتباهات بزرگی را انجام می داد. هیچ مسئولیتی من نداشتم، هیچ احساس مسئولیتی نمی کردم برای این اعمال نادرستی که انجام می داد. و خب این طبیعی بود، چون خدا رو نداشتم، راه های شناخت خداوند برام امکان نداشت، شناخت من از خداوند خیلی کم بود و خب این طبیعی بود که اعمال نادرست انجام می دادم و هیچ احساس شرمندگی و مسئولیتی نمی کردم. و اگرم که می کردم خودم رو خیلی عادی گول می زدم و همیشه برایش توجیه داشتم. دوره نوجوانی من مثل اکثر نوجوان‌ها در ایران با شور و اشتیاق به سمت ورزش، به سمت رفتن به کوه، به پارک سپری شد و دوره جوانی من کم کم مسیر خودش رو عوض کرد. مثل خیلی از جوان‌ها به سمت چیزهایی که جوان‌ها خیلی طلبن، خیلی دوست دارن، پارتی‌های شبانه، رفتن به جایی که معمولاً همه کس نمیرن. و این بود که یک مسیر زندگی من کامل عوض شد و رفتم به سمت کارهای ناشایست مثل خوردن مشروب و روابط نادرست. این بود که یک فرق مهمی هم من اون موقع حس کردم و این بود که احساس شرمندگی هم نداشتم. عجیب بود برام که فکر میکنم کاری هم که میکنم خیلی درست. مسعود به اروپا می رود تا شاید زندگی بهتری را به دست آورد، اما روز به روز زندگیش در فساد و تاریکی و غم بیشتر فرو می رود. وقتی وارد اروپا شدم بعد از چند ماه متوجه شدم که نه، اون چیزایی که می خوام اینجا نیست، اشتباه کردم. ولی خب چون یه روی برگشتن به ایران رو هم نداشتم مجبور شدم بمونم. این بود که برای موندن به اینجا شروع کردم به کار کردن و برای اینکه خودم رو راضی کنم شروع کردم رفتن به نایت کلاب و یک زندگی کاملا به نظر خودم رو به زوال. یعنی هیچی، فقط زندگیم شده بود مشروب خوردن و کلاب رفتن و روابط نادرست. و این بود که روز به روزم غرق می شدم، یعنی می رفتم پایین و پایین تر. و خب حاصل این مشروب خوردن ها، این روابط ناسالم، یک افسردگی شدیدی بود که ابتدا کم بود در زندگی من و من به مرور زمان بیشتر شد و همیشه همه چیز رو مقصر میدونستم، با یک دید منفی به خاطر فکر کردنهای زیاد همین افسردگی هی روز به روز در من بیشتر و بیشتر میشد و توجیهش هم این بود که دنیا بده، همه چیز بده و همه چیز بر علیه من. این بود که وقتی پی بردم که افسردگی دارم رفتم دکتر برای درمان و مشکلات بیخوابی رو گفتم، مشکلات ناراحتی رو گفتم، ولی خب دکتر رو نمیتونستن کمک بکنن. مخصوصا در این کشوری که بودم خیلی سخت میگرفتن نسبت به این مسائل، مثل ایران نبود که راحت
با آدم دارو بدن، خیلی راحت بر آدم نسخه بپیچنی توی نبود و تلاش کردم که بهبود پیدا کنم. قرص میخوردم و متاسفانه هیچ بهبودی برام نبود. واقعا درمانده و مستأصل شده بودم و مشکلاتم بود. مشکلات زندگی خیلی در اروپا سخته، خیلی سخته. اون چیزی که در ایران تصور میکنن اصلا نیست، کاملا متفاوته با اون چیزی که مردم در ایران فکر میکنن. و این بود، فشارها هر روز بیشتر میشد در زندگی من. قرص هم هیچ اثری نداشت و من هی بیشتر به مشروب پناه میبردم و خب طبیعی بود، مشروب یکی دو ساعت آدم رو تسکین میده و مجدد وقتی به حالت عادی در میاد بیشتر شما افسردگی میگیری. و این بود که همینجوری روز به روز من افسرده و افسرده تر میشدم، طوری که دیگه واقعا دوستانم هم حسرتشون سر میرفت هم با من صحبت بکنم، چون من همش از یأس و ناامیدی صحبت میکردم. و خب افرادی که میومدن با من صحبت میکردن بعد یه مدت یا باید با من میموندن مثل من افسرده میشدن یا باید از من فرار میکرد. من اونا رو هم آلوده نکنم نسبت به این چیزی که داشتم. این بود که خیلی هم احساس تنهایی میکردم و تنها بودم. واقعا وقتی چشم رو یک درزه با کردم دیدم که خیلی تنها تو دنیا. این زندگی همینجوری برای من روز به روز بدتر و بدتر میشد. یکی از دوستان مسیحیش مسعود را به کلیسا دعوت میکند. هرچند زیاد موافق نبود اما یک روز به کلیسا رفت. من وقتی وارد کلیسا شدم خب خیلی دوست داشتم که اطلاعات اساسی داشته باشم نسبت به مسیحیت و شخصیت مسیح. این بود که شروع کردم به زندگی مسیحی ها زیر نظر گرفتم، روابطشون با هم، روابطشون با همسرشون، با بچه هاشون، روابطشون با مردم غیر مسیحی. شروع کردم به شناختن، تحقیق کردن، چرا که در ابتدا خیلی خوشبین نبودم و نمیخواستم ریس بکنم. خواستم که ببینم این آرامشی که به من دست داده این آرامش آیا همیشگیه یا نه از روی احساسات منه. این بود که شروع کردم به شناخت مسیح، شروع کردم به خواندن کلام عیسی مسیح و شروع کردم به دعا کردن. خواستم که این مسئله برای من باز بشه و شور و اشتیاق در من ایجاد شد. خیلی با علاقه و جدیت خودمم باورم نمیشد که اینقدر جدیم. فکر میکنم که جدیترین مسئله که تو زندگیم گرفتم برای بار اول همین بوده. مسئله دیگر اینقدر به جدیت من نگرفتم و شروع کردم به شناختن. و وقتی شناختم یک مقدار عمیق‌تر شد دیدم که نه، این یه چیز ثابته، این یه چیز مثل مشروب نیست که شما بخوری یا یه دراگی مصرف کنی به شما آرامش بده و بعد از دو ساعت بیشتر نارامت میکنه. نه، این آرامش آرامش همیشه دیگه. رفت رفته با خوندن کلام خداوند من متوجه شدم که در زندگیم خیلی گناه کردم و وقتی با شخصیت عیسی مسیح و زندگیش روبرو شدم دیدم که عیسی مسیح به خاطر گناهان من جانش رو از دست داده. و این بود که تصمیم گرفتم که توبه کنم، زانو زدم و از خداوند طلب بخشش کردم. از خداوند خواستم که با من رابطه داشته باشه، من نزدیک بشه، چرا که خیلی تنها بودم. این باعث شد که از تمام اعمال زشتی که انجام دادم، از قبیل مشروب خوردن، روابط ناسالم، کارهایی که با دیگران انجام دادم، مشکلاتی که برای دیگران به وجود آوردم، از همه اینا توبه کردم و از خداوند خواستم که زندگی جدیدی بدم. خدا رو شکر که واقعا خداوند این شرایط رو برای من مهیا کرد که بتونم ازش طلب بخشش بکنم. این خیلی برام مهم. بعد از اینکه ایمان آوردم و توبه کردم رفته رفته شروع کردم به دعا کردن و بعد از چند وقت متوجه شدم که افسردگی من رفته و یک شادی جایگزینش شده، استرس های زندگیم رفته و یک آرامشی جایگزینش شده و یک رابطه خیلی خوب نزدیک با خداوند برقرار کردم و دیدم که خداوند چقدر به ما نزدیکه، مثل سایه دنبال ماست. طرز تفکرم عوض شد. این خیلی مهم بود. از همه مهمتر بود که فکر من نسبت به خداوند عوض شد. دیدم که خداوند چقدر
خدای مهربانیه، چقدر ما رو دوست داره. دوستان عزیز، با هم زندگی مسعود رو دیدیم و متوجه شدیم که چقدر توی زندگیش با اینکه به دنبال خوشی بود، ولی چطور تو اون اوج شلوغی که توی زندگیش به ظاهر داشت که شبها تا دیر وقت تو مهمونی‌ها، پارتی‌ها و مسائل مختلف شرکت می‌کرد، ولی در درون قلبش خسته، تنها و افسرده بودش. خیلی از مردم توی زندگیشون متأسفانه با این موضوع روبرو هستن. مخصوصا جوونا به دنبال خوشی میگردن، بعض وقتا تو مهمونی ها شرکت میکنن، تو پارتی های مختلفی که میرن، دوستایی که دارن، هر چقدر تو این مسائل بیشتر عمیق‌تر میشن، متوجه میشن که چقدر بیشتر تنها هستن و خسته میشن و فکرشون دائما حالت خستگی و افسردگی و حتی عصب، خیلی هاشون عصبی میشن به خاطر اینکه مسیری رو که در واقع به دنبالش هستن برای اینکه اون خوشی حقیقی رو پیدا کنن، مسیر صحیحی نیستش. بله، و الان توی بین بچه های ایرانی خیلی زیاد شده این مسئله. من یادمه که چند وقت پیش با یکی صحبت میکردم، یه خانومی بود که به من میگفتش که من مدام منتظر این بودم که آخر هفته بشه و با دوستامون جمع بشیم و قرصای اکسو و مواد مخدر، مشروب استفاده بکنیم که یه ذره خوش باشیم. و ولی با تمام این حرفا وقتی به خونه برمیگشتم احساس میکردم یه بار سنگین روی منه و نه تنها اون خوشی دل منو شاد نکرده بود، بلکه انگار یه خستگی عمیقی تو قلبم به وجود اومده بود که از همه چی بعد از اون بیزار میشدم و تا یکی دو روز اصلا متوجه نبودم زمان چطوری میگذره. و با اینکه به دنبال خوشی بود، ولی تنهایی خودشو بیشتر احساس میکرد و متوجه میشه تو اون اعماق قلبش که این خوشی، خوشی واقعی نیست و این خوشی زود گذریه. درسته، چون که این خب مواد و این مسائلی که استفاده میکنن که به اصطلاح شاد باشن، اینا بیشتر به روحشون، جسمشون لطمه میزنه و به مرور این از دان شکسته میشن. حتی خیلی هاشون ممکنه افسردگی بگیرن. چطور که همینطور دیدیم که مسعود میگفتش تو اون شرایط چه افسردگی عمیقی زندگیشو در بر گرفته. بله دقیقاً، حتی به دنبال خوشگذرانی بود و شادی بود، ولی اون افسردگی، اون تنهایی به سراغش اومده بود. من یه آیاتی رو میخواستم براتون بخونم، در مزامیر باب 16 آیه 8: خداوند را همواره پیش روی خود میدارم، چون بر جانب راست من از جنبش نخواهم خورد. پس دلم شادمان است و تمام وجودم در وجد، پیکرم نیز در امنیت ساکن خواهد بود، زیرا جان مرا به حاویه و نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سرسپرده تو فساد ببیند. تو راه حیات را به من خواهی آموخت، در حضور تو کمال شادی است و به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. من همیشه این آیه را وقتی میخونم میگم در حضور تو کمال شادی است و به دست راست تو لذت ها، خیلی باعث برکت من میشه. واقعا در حضور خدا فقط لذت نیست، فقط شادی نیست، بلکه لذت هاست و اون شادی عظیمیه که فوق از تمامی شادی هایی که در دنیا ما میتونیم کسب کنیم. دقیقاً همینطوره. خیلی از مردم متاسفانه فکر میکنن که وقتی به حضور خدا میان اونجا یک عالمه غم و بار سنگین، ولی این واقعا درست نیست. از آن حضور خدا همینطور که بله قرائت شد از کلام خدا، در حضور خدا لذت هاست. در حضور خدا نه فقط اون لذت و خوشی و شادمانی هستش، بلکه حتی اگه کسی که مریضه و کسی که از نظر روحی جسمی مریضه، خداوند اون رو شفا میده. ولی توی این مهمونی ها و پارتی ها ما مخالف مهمونی و پارتی نیستیم، ولی مهمونی و پارتی که در واقع با استفاده از مواد مخدر و روابط ناسالم، این باعث میشه که زندگی انسان چه از نظر روحی، چه از نظر عاطفی و چه از نظر جسمی رو به سقوط بره. چطور که ما دیدیم زندگی برادرمون رو که مسعود چقدر در تاریکی، چقدر در افسردگی، غم فرو رفته بود، ولی خدا رو شکر که خدا زندگی او رو متحول کرد. بله خدا رو شکر که وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، اون شادی ابدی به ما عطا میکنه، نه اون شادی سطحی و زودگذر. اون در عمق وجودمون، تمامی اون ابعاد زندگیمون، اون شادی خداوند و خوشی خداوند در بر میگیره.
عزیزان، ما خیلی دوست داریم که با ما در تماس باشید. قبل از اینکه بریم و مصاحبه هایی رو با هم دیگه ببینیم که در همین راستا هست، میتونید با شماره تلفن 2044-1483-410-933 به ما زنگ بزنید و ما خیلی دوست داریم که صدای شما عزیزان رو بشنویم و از نظرها و پیشنهاد شما استفاده بکنیم. پس الان میریم با هم و قسمتی که مصاحبه داشتیم با دیگر دوستان مشاهده میکنیم و بعد در خدمت شما هستیم. کوهنوردی، پیاده روی، چیزی که تو زندگیم خیلی ازش لذت میبرم و دوست دارم موزیکه. همین که بنوازم و همین که بخونم و این که یا گوش بدم موزیکا خیلی دوست دارم. و یه چیز دیگه اینه که برنامه هایی که بتونم با دوستان برم بیرون و باشون وقت بگذرونم و بله اینو خیلی دوست دارم و لذت میبرم. ورزش کردن بهترین چیزی که دوست دارم. من در زندگیم از ارتباط با خداوند لذت میبرم که هر روزه میتونم ملاقاتش بکنم، هر روزه ببینمش و باهاش وقت بگذارم. بکنم وقتی که با زندگی آدم، با حیات آدم سرکار داشته باشه، وقتی مثل یه حالت اعتیاد در میاد، معتاد یه کاری میشی که همینجور اون کار رو انجام میدی ولی به عادت میکنی هر روز انجامش بدی و شاید وقت تو داره به صورت بیهوده میگیره ازن. موقعی خطرناک میشن وقتی جایگاه خدا رو میگیرن، وقتی زیاد ما توجه میدیم به میوزیک یا زیاد میریم تو کارهایی که خودمون لذت داریم و میذاریم که اونا جای خدا رو بگن و به اندازه کافی با خدا وقت نمیذاریم. در دید من مردم در دنیا لذتاشون لذتایی هستش که انقدر که لذتای کاذبی دارن میبرن، لذتای روحانی رو کم دریافت میکنن. آدم باید بیاد بشینه فکر کنه یه مقدار، به نظر من واقع بینانه به این مسئله فکر کنه که هر چیزی رو به اندازه خودش. آدم حتی اگر ورزش هم زیاد بکنه معتاد اون ورزش میشه و ازش لذتی نمیبره دیگه. فکر کنم این که برای زندگی خودشون ارزش بیشتری، برای خودشون ارزش بیشتری قائل بشن. کار زیاد راحتی نیست چون ما تا یه حدی میتونیم کس رو کمک کنیم ولی مهمترین کمک هر شخص به خودش میتونه بکنه و برای همین هر کس وقتی میخواد از یه اعتیاد آزاد بشه اول باید خودش تصمیم بگیره که من میخوام این کار رو انجام بدم و اگه دوست ماست یا همکارمونه یا عضو کلیساست یا هر چیزی، ما میتونیم حمایتش بکنیم، میتونیم تشویقش کنیم، میتونیم بهش کمک کنیم تا جایی که ما میتونیم. با خودشون وقت داشته باشیم، برای دعا کردن باهاشون وقت داشته باشیم. کمکی که میشه بکنی اینه که براش یه روتینی بذاریم و مثلا بتونه از اون حالت بیاد بیرون. ولی این چیز انسانی هستش. اگر از نظر روحانی بخواد کاری رو بکنه، فقط تنها چیزی که راه نجات هستش عیسی مسیح هستش. ما میتونیم با حقیقت روشنی که از خداوند دیدیم، چون خودمون این طعمو چشیدیم، برای اونا روشن کنیم که لذت حقیقی در خداوند مسیح هستش و میتونیم با این همه رو راهنمایی کنیم و بگیم ایشون چه طعم شیرینی داره با مسیح بودن. دوستان با هم نظر دیگر عزیزان رو گوش کردیم و دیدیم که هر کسی چه نظری در رابطه با خوشی و لذت داشت و اکثر عزیزانی که صحبت کردن در این رابطه گفتن که چون که خدا خالق هستش و تمام نیکویی ها رو آفریده، در حضور خداست که در واقع میشه اون خوشی ها و لذت ها رو به دست آورد و چقدر با خدا زندگی کردن واقعا زیباست. بله درسته، دقیقاً. ولی خب متاسفانه خیلی از افراد دیگه هم هستن که اینطوری فکر نمی کنن و فکر می کنن که حضور خدا یک حضور سنگینیه که باید حتما گریه کنن، نمیدونم به خودشون حتی آسیب برسونن، باید ریاضت بکنن و از یه سری قوانین خیلی سختی عبور بکنن که شاید توی قلبشون بازم شک هست که شاید حالا خدا اونها رو قبول داشته باشه، شاید دعای اونها رو بپذیره و شاید از خداوند از اونها خوشنود باشه.
و متاسفانه اون شک رو دائما توی قلب خودشون دارن و اطمینان ندارن از اینکه میتونن در حضور خدا شاد زندگی بکنن و همین موضوع باعث میشه که چقدر اصلا شاید لذت نبرن از اینکه بخوان به حضور خدا برن، شاید فقط به عنوان یک وظیفه باشه. ولی در مسیح ما اینو یاد نگرفتیم. بله دقیقا همینطوره، وقتی که واقعا عیسی مسیح در زندگی یک شخص حضور داره، زندگی اون شخص پر از شادمانی، پر از سلامتیه و پر از برکته و خوشی که در واقع توی قلب او هست، تو زندگی او هست، به خاطر خوشی‌هایی نیست که از بیرون در واقع باعث میشه که اون شخص خوش باشه، بلکه اون خوشی هستش که از درون او میجوشه به خاطر حضور خداوند، به خاطر اون مهر و محبتی که خدا توی زندگی او اون شخص در واقع آورده و زندگی او رو شادمان کرده. دقیقاً. و حتی اگر توی اوج مشکلات باشیم، چون که ایمان داریم که فرزند خدا هستیم و در قلبمون یک شادی عمیقی وجود داره، چون که همینی که آدم متوجه بشه که فرزند خداوند هست، همینی که بدونه اطمینان از نجاتش داشته باشه، که دائما تو شک نباشه آیا دعای منو خدا قبول کرد، وای حالا دعا کنم که خدا دعای منو قبول بکنه و با این شک‌ها دیگه روبرو نیستیم، بلکه اون اطمینان نجات رو داریم، همین یک شادی عمیقی در وجود ما قرار میده که زودگذر نیست و ماندگاره. و خب اتفاقا بعضی از جوان‌ها فکر میکنن که شاید مثلا به خاطر اینکه تو دوران جوانی هستن، بهتره که این دوران جوانیشون رو در مهمونی ها و در پارتی ها و مسائل مختلف بگذرونن و بعد که به سنی رسیدن اون موقع به خدا ایمان بیارن. ولی من میخوام یه قسمتی رو از کلام خدا بخونم که چقدر زیبا در رابطه با در واقع زندگی جوانان میگه. میگه پس آفریننده خود را در روزهای جوانیت بیاد آور، قبل از آنکه روزهای بلا برسد و سالها برسد که بگویی مرا از اینها خوشی نیست. چطور که مسعود به شرایطی رسید که دیگه واقعا هیچ چیز اونو شاد نمیکرد و در اوج غم و افسردگی بود. الان فرصتی است که ما میتونیم برای عزیزانمون دعا کنیم و میخوایم که شما رو دعوت کنیم در این دعا با ما متحد باشید و سرهای خودمون رو خم میکنیم و به حضور خداوند میخوایم که دعا کنیم. خدای قدوس تو رو شکر میکنیم در نام عیسی مسیح خداوند، با هم متحد میشیم، مخصوصا با عزیزانی که دارن الان این برنامه رو نگاه میکنن. دعا میکنم در نام قدوس عیسی مسیح خداوند، همین الان دست پرمهر و محبت تو بر سر این عزیزان بیاد ای خدای قدوس. شاید این عزیزان خداوند سالها به دنبال خوشی بودن، شاید زندگیشون اونقدر غرق سختی و مشکلات بوده که هیچ وقت تو زندگیشون خوشی نداشتن. دعا میکنم که خداوند با روح خودت همین الان زندگی این عزیزان رو در بر بگیری، این عزیزان تو رو بشناسن و بدونن که ای مسیح جان، تو اومدی و جان خودت رو برای یک ما فدا کردی و اومدی که حیات ببخشی، اومدی که شادی ببخشی. خداوند شکرت میکنیم ای خدای قدوس و دعا میکنیم که در نام قدوس عیسی مسیح خداوند زندگی این عزیزان رو امروز متحول بگردانی، امروز تغییر خداوند در زندگی این عزیزان ایجاد بشه. ای مسیح جان، تو که معجزه میکنی، امروز زندگی این عزیزان رو خداوند تغییر بده، از غم و غصه و گریه و اندوه و ماتم خداوند به شادی و خداوند رقص و پایکوبی در بیار. ای خداوند شکر میکنیم که در حضور تو خداوند خوشی کامل هست، شکرت میکنیم که در حضور تو خداوند لذت هست. تو رو میپرستیم در نام عیسی مسیح و دعا میکنیم خداوند که امروز این عزیزان رو ملاقات کنی و وارد قلبشون بشی. در نام پرجلال عیسی مسیح دعا کردیم، آمین. بله خداوند، منم دعا میکنم برای تک تک عزیزانی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن، که با قلبی پر از شکرگزاری، با قلبی خداوند فروتن الان به حضور تو اومدن و دعا میکنن که قلب اونها رو پر از شادی خودت، پر از خوشی خودت، پر از سلامتی خودت قرار بدی. ای خداوند عزیزم شکرت میکنم، شکرت میکنم که واقعا در حضور تو اون آرامی واقعی، اون آرامش واقعی، اون شادی واقعی هست ای خداوند. و میطلبم ای خداوند که خودت رو به این عزیزان ای خداوند تو آشکار بگردونی، چشم این عزیزان رو باز کنی ای خداوند که بتونن روی زیبای تو رو ای خداوند ببینن و با تو ای خداوند قدوس روبرو بشن و خداوند تو اون عزیزان رو تقدیس بکنی ای خداوند، زندگیشون رو و اون راه نیکوی خودت رو خداوند
در مسیر زندگی این عزیزان قرار بدی. شکرت میکنم و اراده نیکوی تو رو بر این عزیزان میطلبم ای خداوندا، و سلامتی تو، فیض تو ای خداوندا با این عزیزان باشه. به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. آمین. شکر. آمین. شکر. شکر. عزیزان، ما ایمان داریم که در همین دعای ساده‌ای که به حضور خداوند آوردیم، در نام قدوس عیسی مسیح، خداوند این دعای ما رو میشنوه و مطمئنیم که جواب میده. ما خوشحال میشیم که اگر اتفاقی در زندگی شما افتاده، معجزه‌ای در زندگی شما انجام شده و تغییراتی در زندگی شما انجام شده، با ما در میون بذارید و خوشحال میشیم که از شما بشنویم. خیلی عزیزان، خوشحال میشیم که با شماره تلفن 2044-1483-410-933 به ما زنگ بزنید. آماده هستیم که پیشنهادات شما، انتقادات شما رو بشنویم، و اگر مایل هستید که با شما دعا بکنیم، خیلی خوشحال میشیم که بتونیم خدمتی انجام بدیم. و همچنین میتونید با آدرس ایمیل tv@kalame.com برای ما ایمیل بفرستید. ما خیلی ایمیل های مختلفی از شما دریافت میکنیم که واقعا باعث تشویق و بنای ما هستش، و انتقادات شما خیلی عالیه و سعی میکنیم که انتقاداتی که کردید رو توجه بکنیم و در اون مسیر قرار بدیم برنامه هامون رو. همچنین فیسبوک داریم، فیسبوک ما آدرسش tv@kalame.com کلمه تیوی، و میتونید ملحق بشید که برنامه های جدید ما رو از طریق فیسبوک بتونید ببینید. و در یوتیوب هم برنامه های ما هست، میتونید قسمت های مختلف برنامه های ما رو ببینید و نظر خودتون رو برای ما بنویسید. بله عزیزان، یکی از چیزهایی که نباید فراموش کنید اینه که بدونید که عیسی مسیح واقعا شما رو دوست داره، عاشق شماست، و آغوش پرمهر و محبت او به سوی شما بازه و میخواد که زندگی شما رو مملو از عشق و محبت خودش و برکات آسمانی خودش بگردونه. دعای ما و آرزوی ما اینه که عیسی مسیح بر زندگی شما و بر قلب شما سلطنت کنه و ببینید که حقیقتا خدا چه نیکوست. خدا برکتتون بده. شادی و برکت خداوند همراه شما عزیزان باشه.